حکم دعای پدر مادر در حق فرزند الله سبحانه و تعالی در قرآن فرمود مال و فرزندان آرایش زندگانی دنیا است. سوره کهف آیه 46. پس فرزندان از زینت و آرایش زندگی این دنیا است که آنها نور چشم پدر و مادر و جگربندی آنهایند. هر آینه پیامبر صلی الله علیه و سلم ما را از دعای بد کردن در حق فرزند، مال و نفسهایمان نهی کردند، ترس از آن که این دعا به ساعت اجابت دعا موافق آید. در حدیث جابر ابن عبدالله رضی الله عنهما آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند بر ضد خود، فرزندان و اموالتان دعا نکنید، مبادا دعای بد شما با وقت اجابت دعا موافق آید، آن وقت دعاهایتان پذیرفته شود. حدیث با روایت امام مسلم. و دعای پدر در حق پسرش اگرچه دعای یک باشد و یا بعد اجابت است. دلیل بر این حدیث ابو هریره رضی الله عنه است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند بیگمان سه دعا قبول است که در قبول شدن آنها شک نیست. یکم دعای مظلوم، دوم دعای مسافر، سوم دعای پدر و مادر در حق فرزندان. حدیث با روایت ابن ماجه، ترمذی، ابو داود و امام احمد. و در روایت دیگر آمده است که دعای پدر در حق پسر اجابت است. حدیث با روایت امام احمد. و از خطاهایی که بسیار از پدر و مادران به آن واقع می شوند این دعای بدی آنها در حق فرزندانشان است. هر وقت که آنها را فرزندانشان به غضب می آورند آنها دعای بد می کنند. ولی به والدین لازم است که همیشه دعا کند که الله سبحانه و تعالی فرزندانش را به راه راست هدایت کند و از کارهای خطا آنها را اصلاح گرداند و به راه مستقیم رهنمایی نماید. و از رحمت پروردگار این است که بسیار وقت دعاهای پدر و مادر در حق فرزندانشان که دعای بد کرده باشند اجابت نمیگردد، اگر این دعا در وقت خشم غضب باشد. دلیل بر این قول الله سبحانه و تعالی است که فرمود و اگر الله به مردمان مانند آن که آنها نعمت را زود می طلبند سختی را زود می رساند، در حق آنها اجلشان به انجام رسانیده می شود. پس آنان را که به ملاقات ما امید ندارند می گذاریم تا در بیراهی خیش سرگردان باشند. سوره یونس آیت 11. در تفسیر این آیت ابن کثیر رحمه الله گفت الله سبحانه و تعالی از مهربانی خود به بندگانش خبر می دهد که او دعای آنهایی که در حق نفس، فرزندان و یا اموالشان دعا می کنند قبول نمی کند که آنها در حالت غضب بودند. و البته الله سبحانه و تعالی می داند که آن پدر و مادری که در حق فرزند خود دعای بد می کند قصد و اراده بدی را به فرزندش ندارد. بنابراین الله سبحانه و تعالی آن دعاها را قبول نمی گرداند. البته این مهربانی و رحمت پروردگار است. همچنان که همه آن دعاهایی که در حق خودشان، فرزندان و اموالشان کرده بودند سبب خیر و نیکی و برکت و افزایش گردیده بود. الله تعالی داناست.